هستیم. بریم سراغ آموزش بیفتریاکی. نیاز داریم به راسته یا مغزرونی که به این شکل بافتش رو کوبیدن و لطیفش کردن. به این شکل نازک برش میزنم، از وسط نصفش میکنم و این گوشتمون میشه که ادامهش شما انجام بده، من میرم سراغ سس. 4-5 قاشق غذاخوری روغن کنجد اضافه میکنم. 3 حبه سیر اضافه میشه. اگه زنجبیل تازه باشه که خیلی بهتره، 1 قاشق چایخوری زنجبیل تازه. اگر نبود از پودرش استفاده میکنیم، 1/2 قاشق چایخوری. نمک، فلفل سیاه. از شکر قهوه‌ای باید استفاده کنیم که اگر نبود جایگزینش از شکر سفید دارم استفاده میکنم، 1/4 پیمانه. بلافاصله سوی سس 1/4 پیمانه اضافه میکنم و 1/2 پیمانه آب. به محض اینکه به جوش اومد زیرش یه مقدار کمتر میکنم و یه 5 دقیقه رو شعله بمونه. مجدد ادامه توضیحات خدمتتون میگم. بچه رستوران ها و ارگان ها میتونن محصولاتشون رو به صورت عمده خریداری کنن. معمولا توی سایتشون تخفیفات ویژه‌ای میذارن که توی کانال اینستاگرامشون اعلام میکنن. از الان یعنی از 3 تا 13 هم تخفیفای زیادی گذاشتن، حتما فالوشون کنید تا تخفیف رو از دست ندید. من 1 قاشق غذاخوری آرد ذرت یا نشاسته ذرت رو همراه با 1 قاشق غذاخوری 2 قاشق غذاخوری آب مخلوطش میکنم. اینجا خوب هم میزنم یک دست بشه. من اینجا این رو اضافه میکنم، شما هم زدن رو ادامه بده. 1 قاشق غذاخوری کنجد رو اضافه میکنم. چی؟ خیلی خوشمزه است این سس. و 1 قاشق غذاخوری هم در آخر کار عسل رو اضافه میکنم. خیلی عجیبه. چیش عجیبه عزیزم؟ سسمون که به این غلظت رسید برش میداریم و آماده است این سس تریاکیمون. بریم سراغ درست کردن بیف و سبزیجات. به محض اینکه روغن داغ شد گوشت رو اضافه میکنیم. ما 400 گرم گوشت رو در نظر میگیریم، برای 5 نفر کافیه. شعله‌مون همچنان زیاده، در حال تف خوردن بهش قارچ رو اضافه میکنم. همینطور یه سمت پیازها. دیگه زیاد نیست، زیاد نیاز هم نداره. اشکال ندارم جدا دارم جدا می‌ریزم دیگه، دوست نداری برات قاطی نمی‌کنم. بهش فلفل دلمه‌ای هم اضافه می‌کنیم. بعد از گذشت 5-6 دقیقه شعله رو به شما کم نکنید که آب نندازه. آقا هنوز نپخته ها. این در مجموع 15 دقیقه با شعله زیاد بذارید، اگر راسته باشه کاملا پخته میشه. سسی هم که از قبل آماده کردیم و اضافه میکنیم آماده است. نمیشش میکنیم. مجموعاً خدمتتون عرض کردم 15 دقیقه. اگه بیشتر دوست داشتید اضافه کن لطفا. بیشتر دوست داشتید بپزه تا 20 دقیقه هم میتونید. همراه با برنج نه دیگه، چرا اینجوری میرسی؟ همراه با برنج یا نودل میتونید سروش کنید. در آخر هم پیاز چر اضافه میکنیم و به همین شکل سروش میکنیم که آیه جابری تست بفرمایند. بریم قسمت تست. یه لحظه من یه قاشق بردارم که دوستان ببینن منم تست میکنم. تو همه رو تو تست میکنی؟ هیچیش به ما نمیرسه. هم بزنم؟ هر جور راحتی. دیم پختک نیست ولی شیرینی داره، شوری داره، عطر سیر، زنجبیل. نظر دوست داری؟ معلومه. یه لحظه عموم بده بذار بره پایین.